درست در روزهایی که از آموزش و پرورش به عنوان دستاوردی بزرگ در دوره بعد از طالبان در افغانستان یاد میشد به یک بار فضا تغییر کرد بررسی ها نشان میداد که آموزش و پرورش در چنبره فسادی گسترده گرفتار است شاگردان خیالی فضای آموزشی خیالی و معلم های خیالی نادرستی آمارهای رسمی دلگرم کننده را نشان میداد مهمان من میرویس بلخیر سرپرست وزارت معارف افغانستان است وزیری که بر اساس یک توافق سیاسی سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفته حالا وضعیت از چه قرار است و او چه کرده آقای وزیر خیلی خوش آمدید به برنامه به عبارت دیگر ممنون شو. اومدن شما به وزارت معارف یا آموزش و پرورش افغانستان همزمان شد با سال معارف سال 1397 به عنوان سال معارف نامگذاری شد تقریبا در پایان سال تحصیلی معارف هستیم چه اتفاقی در این سال افتاده؟ مهمترین کاری که در سال معارف رخ داده چی بوده؟ ممنون شما آقای موسوی اولی خبر خوبه بهتون که ما علا رقم که در پایان سال تعلیمی افغانستان قرار داریم و سال معارف افغانستان ما آمادگی داریم برای آغاز دهه معارف در افغانستان و تا سال 1409 خورشیدی در واقع ما یک بسته دوازده ساله را برای دهه معارف آماده میشیم تا حد اقل در پایان دهه معارف ما یک معارف معیاری و آری از همه دقدقه هایی که امروز و چالش هایی که داریم باشیم طبیعتا سال معارف افغانستان یک سال بسیار مهم و یک حشر بود برای ما به دلیل از اینکه ما فرصت بسیار مختنمی در دست داشتیم تا همه بخش های حکومت افغانستان و مردم افغانستان حمایه خودشان از معارف اعلان کرده بود و ما باید حد اکثر استفاده را از این فرصت میکردیم کردیم. اما خب طبیعتاً معارفی که چهل سال و ایران شد و همه زیربناهای معارف در واقع از بین رفته بود در 365 روز ساخته نمی شد و به امی دلیل بود که ما کارهایی را که در حد توانی ما بود و تلاشهایی را که در راستای حد اقل تغییرات مثبت می توانستیم انجام بدیم آوردیم خب آقای وزیر من سوال من این بود که مشخصا چه کاری در این 365 روز بزرگترین بخشی که بزرگترین بخشی که ما در این سال تلاش کردیم این بود که حد اقل یک اصلاحات ساختاری کلانی را در معارف آغاز کردیم که او عبارت بود از تقویه ساختاری معارف در ولایات افغانستان یعنی غیر متمرکز کردن ساختار متورمی که در کابل بود و با اضافه کردن صلاحیت های مالی و اداری برای ریاست های معارف این یک برنامه بلند مدت میتونه باشه کاملا. فعلا در روزها و ماها و هفته هایی که با اون در اون سپری میکنیم چه اتفاق بزرگی در معارف افتاده؟ اصلاحات نصاب یک بخش بسیار مهم بود نصاب تعلیمی. مواد تعلیمی, تعلیم. تعلیمی به دلیل از که مواد درسی که ما در کتاب ها داشتیم کهنه بود و در واقع نیازهای بازار افغانستان و اجتماع افغانستان انعکاس نمیداد. ما صنف چهار، صنف هفت، سنف ده در واقع مزامین پایره اصلاحات آوردیم و با تغییراتی که هم از حجم کاسته شد و هم در واقع ادغام کردیم بعضی از مزامین را ای آماده تکمیل شدن هست و در عین زمان چاپی از ایرم به هم چاپخانه های داخلی افغانستان دادیم که دوازده دو میلیون کتب در واقع در داخل افغانستان در کابل چاپ میشه و متباقی ازی در بیرون از افغانستان که ای یک بخش بسیار مهم بود علا رقمی از او تربیه های معلم مصروف آموزش داخل خدمت برای ارتقای ظرفیت معلمان آمادگی خودش را داره که تا آخر سال ما با استفاده از تعطیلات زمستانی معلمانی ما رو در واقع ارتقای ظرفیت میدیم آقای وزیر وقتی نگاه میکنیم به مشکلات متعددی که در افغانستان هست یکی از بزرگترین مشکلات فساد اداریه دیدبان شفافیت در یکی از گزارش های تازه خودش معرف افغانستان رو هم از جمله سه ارگانی معرفی کرد که گرفتار فساد هست شما در این زمینه مشخصا چیکار کردید خب تمام نهادهایی که روی معارف افغانستان تحقیق میکنند و نتایجی که اینا بیرون میسازند در واقع موادی هست که برای ما راه میشه علا از ای که بلحاظ میتودولوژیک کاری که دیدبان شفافیت انجام داد مورد تایید من نبود لا. یک کار دو ساله بود و در این زمان از هشت هزار نفر در افغانستان 800 نفر درباره باری معارف نظر کرده بودند به امو دلیل باز هم ما جزئیاتی گزارش خواستیم که هنوز برای ما دیدبان شفافیت نفرستاده منتها تمام بخش هایی که دیدبان شفافیت اعلان کرد اینا امو در واقع عناصر یا شاخص هایی بود که ما قبلا هم از طریق مک گزارشی که صادر شده بود در اواخر سال گذشته ما آمدیم در چند دسته تقسیم کردیم تا حداقل با استفاده از گزارشی که ترتیب شده بود اقدامات صورت بگیره خب. یک اقداماتی اگه مشخصا خب. راجع به اقدامات صحبت یکی کنید؟ از اقدامات بسیار جدی که ما انجام دادیم این بود که مراجع بسیار کلان فسادزار از وزارت معارف برچیدیم مثلا از مثال وزارت معارف افغانستان یک بخش کلانش ساخت و ساز مکاتب در گوشه و کنار افغانستان بود که ما این ساخت و ساز را از وزارت معارف انتقال دادیم به وزارت شهرسازی و انکشاف دهات ولی آقای وزیر وقتی ما به قانون معارف نگاه میکنیم وظیفه ایجاد مؤسسه های آموزشی به شما واگذار شده به وزارت معارف واگذار شده فکر نمی کنید که خارج کردن یک محدوده از صلاحیت های خودتون به جای دیگه مشکل فساد رو ممکنه کمتر نکنه ببینید به لحاظ تخصصی و به کاری وزارت شهرسازی و انکشاف دهات اینا ای امکانات و ای ظرفیت را دارن که در همه جای افغانستان با استفاده از وضعیت فرزن جوی با استفاده از وضعیت مثلا تعلیمی و اینا مو دیزاین هایی که ما در واقع ترتیب میکنیم با میار هایی که در وزارت معارف ترتیب میشه اونا بتانن مکاتب در اسرعی وقت و با استفاده از تخصصی که دارند برای ما بسازند در عین زمان یکی از منابع فسادزا منابع بشری و استخدام معلمین شمرده شده بود ما استخدام معلمین را هم از وزارت معارف و کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان انتقال دادیم در همین قسمت یکی از بخشایی که دربارش گزارش های متعدد فساد وجود داشته پرداخت حقوق ماهانه یا معاش معمران بوده بله. تا جایی که من میدونم شما یک سیستمی دارید که در خیلی از جاها پرداخت الکترونیک نیست به خاطر شرایط افغانستان پرداخت بانکی نیست و کسانی بله. به عنوان معتمد هستند بله. این معتمد ها کیا هستند که شما حقوق افراد رو دست اینها میدید. خب سیستم پرداخت معاشات سنتی افغانستان از طریق معتمدین بوده. از گذشته های دور با یک کسی به عنوان فرد معتمد و با اعتماد این پول را در یک میکانیزم سنتی که بوده بالاخره پرداخت میکرده. ولی ما از سیستم معتمدین دیگه گذار کردیم. و رفتیم به سمت پرداخت معاشات از طریق امکانات مدن و جدید در دو بخش ما کار کردیم فعلا یک بخشی از افغانستان در حدود هشت ولایت از طریق سیستم بانکی ام. ما فعلا معاشات را پرداخت میکنیم و یک قسمت دیگه هم که در واقع 20 هزار معلم را فعلا تحت پوشش قرار میده از طریق سیستم بانکی موبایل منی این پول ها را ما پرداخت می کنیم. اما هنوز هم در بعضی از جاها چون هنوز تحت پوشش قرار دادن یک مدت زمانی کار داره که ما به همه افغانستان خدمات را ارائه بکنیم منتها به این سمت حرکت کردیم در سیستم موبایل مانی یا پول پرداخت از طریق موبایل شما فقط یک پیامک میفرستید به معلم به اون میگید که اینقدر مثلا حقوق ماهانه اش اومده ولی دریافتش در یا به شکلی سنتی یا به شکل بانکی خب ما در گذشته از طریق یک بانک معاشات را پرداخت میکردیم اما حال به همه بانک های موجود در افغانستان ما با ما همکاری میکنند در هر ولایتی و در هر شهری در افغانستان وقت نمایندگی ها و شعبات بانکی وجود داشته باشه ما قرارداد را در واقع از طریق همو بانک انجام میتیم که حد اقل فردی که معاشش را یا حقوقش را دریافت میکنه به صورت آسان در مو نزدیکترین نمایندگی یا شعبه مراجعه بکنه و پولش از اینجا بگیره اما بانک های افغانستان این تعهد به ما داده که تا حد ممکن در همه گوشه و کنار افغانستان شعباتشان باز کنه آی وزیر وقتی راجع به معارف افغانستان صحبت میکنیم گزارش های متعددی وجود داشت از اینکه تمام معارف درگیر فساده ما مدرسه های خیالی، شاگرد های خیالی، معلم های خیالی، پرسنل اداری خیالی رو داشتیم در گزارش های منابع معتبر و مستقل بس. خیلی کوتاه اگر بگید چقدر با این پدیده مبارزه شده الان معارفی که شما دارید رهبری میکنید چقدر معارف واقعی در مقایسه با اون معارفی که در گذشته ازش تحت عنوان معارف خیالی یاد میشد ببینید اول خو کوتاه بگویم که بزرگترین منبع بحث فساد در وزارت معارف افغانستان نبود امکانات و نبود ظرفیت بوده فرزن اگر بخوایم که آمارهای دقیقی از وضعیت معلمین، متعلمین و مکاتب ارائه بکنین این مستلزم یک ظرفیت درست و یک میکنیزم قوی هست تا ای که حداقل ما همه چیز میتونستیم که مرکزی بسازیم اما از حمل امسال وقتی ما آمدم در وزارت معارف افغانستان تلاش ما ای بود که حد اقل سیستم متمرکز جمعآوری دیتا و معلومات را درست بسازیم به امو اساس آمدیم تمام مراجع و منابع فسادزا را به کلان و متوسط و کوچک تقسیم کردیم مسائل فسادزای کلان را ما بر شما اشاره کردم که ما دیگر مصروف ساخت و ساز نخواهیم بود یا مصروف استخدام معلمین و کارمندان سیخو. نخواهیم بود در قسمت متوسط هم ما استراتژی مبارزه با فساد در معارف را تکمیل کردیم و عملا کارش را آغاز کردیم به صورت مثال همه کسانی که متهم بودند و دوسیه هایی در معارف داشتند که باید پاکسازی میشد، تصفیه حساب می ما همه را به سارنوالی افغانستان ارسال کردیم تا حد اقل فرد متهم فیصله شوه یک سره شوه که بالاخره مشکل در کجا بوده در قسمت مسائل کوچک هم در واقع مدیریت کوچکی که در سطوح پایین فسادزا بوده تلاش بیش از حد صورت گرفته که با استخدام جدید روسا با استخدام جدید کارمندان و دسترسی شکایات که از طریق مردم بالاخره صورت میگیره کوشش کردیم که حداقل آهسته است به اینا پاسخ داده شود شما بر اساس توافق میان عطا محمد نور والی سابق ولایت بلخ از چهرهای سیاسی مطرح در افغانستان و اشرف غنی رئیس جمهوری به وزارت رسیدید چقدر استقلال عمل دارید خب هر چیزی که در وزارت معارف افغانستان اتفاق میفته پاسخگوی مردم افغانستان ما هستم طبیعتا اگر در جای ما احساس بکنم که استقلال عمل وجود نداشته باشه و در نهایت یک مسئولیت بدون صلاحیت باشه ما فردا این را ترک میکنم و حاضر به کار نمیشم منتها چون ماهیت سیاسی حکومت وحدت ملی به صورت اشتراکی بوده به امو دلیل وقت ما آمدم در واقع موقف ما ای بود که برای آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت باید خدمت بکنم بنابراین هر کاری که در عرصه تعلیم و تربیت بستگی به تصمیم گیری ما داشته باشه و صلاحیت یک وزیر در رأس وزارت معارف افغانستان ما از او به صورت درست و به صورت اصولی استفاده بگذار سال رو اینطوری بپرسم آقای عطا محمد نور که تلاش کردند شما وزیر معارف بشید آیا هیچ وقت خواسته ای از شما داشتند؟ آیا شما توافقی با ایشون داشتید؟ خوشبختانه همه رهبری در افغانستان ما تعهد را با داشتن که در قسمت معارف افغانستان هیچ مداخله صورت نگیره و دلیل از اینکه روز اول ما با همه بزرگان صحبت کردیم و چون معارف شدیدا سیاسی شده بود اولین گامی که ما باید برمی داشتم غیر سیاسی شدن معارف می بود و اما دلیل شما می بینین که ما به عنوان علا رقم از یک توافق سیاسی آمدم اما در ده ماهی که متصدی وزارت معارف بودیم کوچکترین شعار سیاسی یا اقدام سیاسی ما نکردیم ماده چهل قانون معارف سیاسی کارهای سیاسی رو از وزارت معارف من میکنه وزارت معارف نمیتونه به کارهای سیاسی بپردازه ولی مثلا وارد شدن معارف در برگزاری انتخابات نوعی وارد شدن در یک فعالیت سیاسی نیست در حالی که ما میدونیم طالبان مخالفان مسلح حکومت با انتخابات مخالفت داشتن و ممکن بود وقتی شما فضای آموزشی رو تبدیل میکنید به مرکز رایدهی تبدیل بکنید به یک تهدید اون فضا رو معارف در سیاست های کلان و ملی افغانستان همکار هست و پیروی میکنه به دلیل از که ما در واقع آموزشی که برای اطفال افغانستان میتیم در راستای سیاست های ملی و کلان افغانستان است. اما بله در سیاست های خرد و کوچک ما دخیل نیستیم در قسمت انتخابات چون یک پروسی ملی بود یک پروسی حیاتی بود برای افغانستان و تنها ظرفیتی هم که در افغانستان می توانست که در واقع خدمات را ارائه بکنه برای پروسه انتخابات وزارت معارف بود چون تأسیسات زیاد داریم و در همه بسلا گوشه و کنار افغانستان ما حضور داریم منتها تجربه ای که از انتخابات پارلمانی افغانستان در معارف ما داشتیم به این نتیجه رسیدیم که در انتخاب های بعدی ما حداقل بیرون شیم از این پروسه و معارف را مصروف خدمات تعلیم و تربیت دقیقاً مثلا در قانون معارف گفته میشه که نباید معارف متوقف بشه ولی شما در بعضی از جاها در بخش وسیع یک هفته مدارس مکاتب رو تعطیل کردید یا مثلا حدود 120 هزار نفر از پرسنل شما درگیر انتخابات شد نقض قانون کاملا زمانی که ما در معارف آمدم یک یادداشت تفاهم بین کمیسیون مستقل انتخابات و معارف امضا شده بود و ما شما در, عمل انجام شده تاشتیم. قرار گرفتیم؟ بعد از این وقت ما تحلیل کردیم که چی باید بکنیم چیزی که به خیر بود او زمانی بود که حداقل ما چون زمان انتخابات تعیین شده بود آمادگی ها گرفته شده بود و ظرفیت معارف آمادگی از را داشت که کمک بکنه به مسائل تخنیکی انتخابات بنابراین ما با او وضعیت که در واقع قبلا تصمیم گرفته شد پیش رفتیم ولی در انتخابات اما در ریاست جمهوری, جمهوری ما مکانیزم بدیل را هم طرح کردیم پیشنهاد کردیم به رهبری حکومت وحدت ملی که معارف حداقل در این انتخابات بیرون از مسائل انتخاباتی باشه خیلی از مدرسه ها به دلیل تهدید طالبان بسته هستند در افغانستان ولی در بعضی از ولایات یک همکاری وجود داره بین طالبان و همینطور وزارت معارف مثلا در ولایت هلمند چطور شد که شما با طالبان به یک توافق رسیدید هدف اساسی و کلان ما این است که برای همه اطفال افغانستان خدمات تعلیم و تربیت توقف نکنه زمانی که ما به معارف آمدم یک هزار و هشتاد باب مکتب بسته بود در سراسر افغانستان از طریق افراد بانفوز، علما و بزرگان قومی، بزرگان محل تلاش کردیم تا طالبان یا هر کسی که مکاتب را بسته کرده بود قناعت از اینها را فراهم کنیم که مکاتب به خاطر اطفال همه شما هست و وزارت معارف افغانستان یک وزارت مردمی و عامل منفع از کارش و اما دلیل فارغ از دقدقه های سیاسی ما در واقع کاری انجام میتیم که فرهنگ افغانستان و فرهنگ دینی ما ایره در واقع ولی هدایت میده ولی آی وزیر منتقدان شما میگن شما وارد معامله ای با طالبان شدید که این معامله زمینه تحصیل دختران رو در اونجاها چندان فراهم نمیکنه مثلا در ولایت غزنی سطوح متوسطه دختران در حدی گسترده بسته موند چطور به این پاسخ خب در مناطقی که ما مکاتب را باز کردیم اگر قرار ای می بود که ما هیچ اقدامی نمی کردیم، مکاتب پسرانه هم بسته می ماند منتها در بسیاری از جاهای افغانستان حتی در زیر تسلط طالبان هم ما مکاتب دخترانه داریم نصاب تعلیمی یا برنامه درسی ما در اونجا در واقع تدریس در سطوح ابتدایی در سطوح ابتدایی تلاش ما ای هست که ما قناعت همه را فراهم بکنیم تا حد اقل در برابر آموزش و پرورش مانعی نباشه گفتید که میخواید قناعت همه رو فراهم بکنید از معلمان شما حقوقی که بهش میپردازید طالبان گویا وجهی رو دریافت میکنند به عنوان زکات یا عشر یا هر چیزی پولی که شما به معلمان میدید گویا در اختیار طالبان قرار میگیره این نوعی باج دادن به طالبان نیست <تصفح> خب ما هیچگاهی به این هدف معاش نمیتیم به معلمان ما ما حق معلمی رو میتیم که در واقع برای ما در مدت زمانی درسی پاسخگو هست و دلیلی که ما رفتیم به سمت بانک سازی معاشات یا موبایل منی معاشات ای بوده که معلم به صورت مستقیم معاشش خودش باید دریافت بکنه در بعضی از جاها به صورت استثنایی بعضی از گروه های مافیایی محلی ای سواستفاده استفاده ها رو میکنن درست است و ما هم تلاش میکنیم که حد اقل تا حد که ممکن هست اجازه ندیم که معاش معلم ما را کسی دیگه بگیره به امون دلیل از معلمین معمولاً به صورت شفاهی تعهد میگیریم که در بدل خدمتی که ارائه کرده معاش خودش را دریافت بکنه ولی من مطمئن هستم که سیستم بانکسازی سازی وقت سرتاسری میشه دیگه هیچ فرصتی برای اخاذی اضافی برای هیچ کسی باقی نمیمونه وقتی نگاه میکنیم به وضعیت زنان وضعیت تحصیلیشون خصوصا در افغانستان علی رغم اینکه نشانه های خوب زیادی هم به چشم میخوره ولی به شکلی استثنایی دوچار مشکل هستند مشخص ترین کاری که شما در دوره مسئولیت خودتون در این زمینه کردید چی بود؟ مهمترین کاری که من از آغاز این سال انجام دادم ای بود که تعداد زیادی از زنان را در رهبری وزارت زنان آوردیم تا ای که حد اقل حضوری از اینا هم ملموس باشه حتی در سطح معینیت وزارت معارف افغانستان هم یک زن آمد در این زمان ما 50 درصد همه بست های معلمین را به صورت اختصاصی به زنان اختصاص دادیم تمامی ریاست های تربیه معلم را در همه ولایات افغانستان به زنان اختصاص دادیم و در این زمان ریاست های مرکزی وزارت معارف افغانستان همچنان به زنان اختصاص داده شد این در قسمت کارهای ساختاری و مدیریتی بوده در قسمت ایجاد مکاتب دخترانه و حمایت از مکاتب دخترانه باز در معارف افغانستان اقدامات کردیم مثلا هیچ مکتبی را بعد از این مکتب دخترانه ای را به نام مرد نمیگذاریم و در این زمان در همه مکاتب دخترانه مدیران مکتب را ما از زنان در واقع به دلیل حساسیت های فرهنگی جامعه کاملا یعنی هر آن چیزی که باعث توسعه و انکشاف مکاتب دخترانه و افزایش شاگردان دختر در معارف افغانستان میشه ما اقدام میکنیم وقتی شما از بازنگری در مواد درسی یا نصاب تحصیلی صحبت میکنید من که نگاه کردم بیشتر حرفتون این هست که سیستم آموزشی رو شاگرد محور بکنید همه چیز برای شاگرد بله. منظورتون از این چیه؟ منظوری ما این است که چون همه خدمات تعلیم و تربیت به خاطر شاگرد هست و فردا خروجی های معارف شاگردان هست که تقدیم جامعه افغانستان میشه به اما دلیل تمام عناصر دیگی معارف از معلم گرفته تا ساختار تا کتاب درسی تا شوراهای مکاتب همه اینا با این وضعیت اصلاحات با اصلاحات آشنا شوه که باید در خدمت شاگرد باشه به امو دلیل هست که اگر ما معلمین جدید را در واقع ارتقای ظرفیت میتیم معلمین جدید مثلا با روحیه آشتی پذیرانه مثلا. با شاگرد و یا در حالی که با خانواده شاگردان در تماس میشه به خاطر ارتقای ظرفیت شاگرد و به این راستا در واقع پیش بره آقای وزیر این سیستم سیستمی که در خیلی از کشورهای پیشرفته داره دنبال میشه بله. ولی وقتی در کشوری مثل بریتانیا دنبال میشه خانواده از شاگرد میتونن حمایت کنن رسانه های آزاد میتونن حمایت کنن امکانات آموزشی خارج از مدرسه هم در اختیارشون هست بله. در افغانستان مشکلات زیادی هست چطور چقدر انتظار دارید که این روش در افغانستان جوابگو باشه ببینید مدلی که ما در افغانستان در واقع تطبیق میکنیم مدل مطلق بریتانیایی یا آمریکایی یا کشورهای انکشاف یافته نیست ما یک مقدار وضعیت داخل افغانستان را تحلیل میکنیم و با الزامات افغانستان در واقع مدل را در واقع افغانی میسازیم و بعد از او تطبیق میکنیم به صورت مثال در افغانستان خشونت در مکاتب از طریق معلم بالای شاگرد وجود داشت ولی زمانی که میگیم همه چیز برای شاگرد و شاگرد میوری حتی در قسمت تربیتی هم استاد در واقع فضایی را ایجاد بکنه تا شاگرد اعتماد به نفسش بالا بره ظرفیتش بالا بره و در واقع از همه انرژی و ظرفیت خودش بتانه استفاده بکنه و یک آدم موثر شود یا فرض بکنین در قسمت ای که چگونه درسها را شاگرد میتونه خوب بیاموزه کار خانگی یا مثلا درسهای تقویتی یا کتابهای کمکی و اینا اینا در واقع بر اساس همون ظرفیتی است که ما در افغانستان برای ما مساعد هست و همین دلیل مدل ما یک مدل افغانی و یک مدل در واقع بومی هست به خشونت اشاره کردید در مدارس افغانستان یا حالا مکاتب افغانستان به شکل گسترده ضرب و شتم شاگرد هست وقتی شما بررسی میکنید نگاه میکنید میپرسید چنین چیزی وجود داره خصوصا در ولایت خصوصا در روستاهای های دوردست در این زمینه مشخصا چه کار کردید وقتی که اشاره کردید که <تصفح> شاگرد محور شدن یکی از مباحثش برمیگرده به همین ریشکن کردن خشونت خب اول خشونت در مکاتب ممنوع هست و به صورت تمام در هر کجا که به صورت عینی خشونت دیده شده و مستند ما تا سرحد منفک کردن استاد هم پیش رفتیم تبدیل کردن و مجازات مختلف تدیبی و غیر تدیبی هم پیش رفتیم اما در عین زمان ما سیستم های نظارتی بخش معارف را هم در ساختار خود معارف و هم در مکاتب فعال کردیم و یکی از کارهای مشخص و اساسی بخش نظارت ما در واقع تحلیل یا بررسی رفتار استاد نسبت به شاگرد هست به امو دلیل ما خودم در این ده ماه گذشته یک سه چهار نفر از استادانی که تکرار کردن خشونت را منفک کردیم از وزارت معارف و در عین زمان تبدیلی ها مجازاتی که به صورت تبدیلی در جاهای دیگه بوده ای هم بارها صورت سه خیفته. چهار نفر در مقایسه با گستردگی که این طرف اون طرف گزارش خب. میشه آ... خب ببینید آ... اولی که به او حدی که در سالهای گذشته مثلا پنج سال پیش یا شش سال پیش خشونت بوده حال در افغانستان به مراتب کمتر شده به دلیل از اینکه بسیاری از معلمان در او زمانی که خشونت به صورت مشخص ممنوع شد در مکاتب هر معلمی که خشونت انجام داد بالاخره با مجازات مواجه شد و به امی دلیل امروز معلم میدانه که در صورتی که خشونت بکنه نسبت به شاگرد با مجازات مواجه میشه و به امی دلیل است که این فرهنگ آیستا از بین میره و خوشبختانه که فرهنگ مجازات در حال از بین رفتن هست میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان ممنونم از حضور شما در برنامه از شما